بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، دختران و پسران بسیار خوب، امیدوار هستم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین، درس های گذشته را هم خوانده باشین و کار خانگی تان انجام داده باشین. با وی امیدواری امروز درس نو خود آغاز میکنیم که یکی از درس های دیگه مضمون تاریخ تان است. خب قبل از اینکه درس آغاز بکنیم یک مرور کوتاه برای درس گذشته داریم. درس گذشته ما شما در مورد چی بود؟ بسیار خوب، درس گذشته ما شما انتقال قدرت از اموی ها به عباسیان بود. شما در درس خواندین که ابو مسلم خراسانی توجه عباسی ها را به خود جلب کرد، تماس ها با اینا گرفت و در نتیجه تماس ها و قرار ها بود که لشکرش به دمشق حمله نموده و در نتیجه آخرین خلیفه اموی ها را مروان شکست داده و قدرت به آل عباس انتقال کرد که اولین خلیفه دینا ابو عباس صفا. امروز ما شما درس جدید خود را میخوانیم که چگونه خلافت عباسی ها سقوط نمود. پیش از اینکه درس را بخوانیم، اهدافی که برای درس تعیین کردیم او را هم برای شما معرفی میکنم. باز هم سلسله درس های تاریخ است. صنف ما صنف هفتم، مضمون تاریخ، موضوع خلافت عباسی ها چگونه سقوط کرد. درس ما درس 35 و صفحات کتاب ما 79 و 80. اهداف که برای این درس تعیین کردیم شاگردای عزیز، دخترای خوب، که تا ختم درس ما شما این اهداف را به دست بیاریم و شما به این اهداف برسیم. این اهداف ما قرار زیر هست. اول، آشنایی شاگردان با عوامل طرفداری دایره پوشنجی از مامون، آشنایی شاگردان با عملکردهای خلفای عباسی در روزگار واپسین و آشنایی شاگردان با عمل قاطی سقوط خلفای عباسی. این بود اهداف ما شما. انشاءالله تا ختم درس بخیر کوشش میکریم این اهداف را به دست بیاریم و درس کاملا درک بکنیم. درس باز هم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم که سقوط خلافت عباسی ها است. خب در تصویر یک سکر میبینین یا پول فلزی هست که این پول نشان دهنده زمان عباسی ها است که در زمان عباسی ها به این شکل یک سکر از زر زده بودن یا به اینی یک شکل داشت. خب سقوط، گفتیم سقوط خلافای عباسی هست که بعد از شهادت ابو مسلم خراسانی تعداد زیادی از عمرای محلی به خصوص در قلمرو امپراتوری اسلامی بر عباسیان به اعتماد شدند. یک تعداد از حاکمان محلی در هرات و بلخ به مخالفت روی آوردن، یعنی با مقابل عباسی ها مخالفت نشان می دادن. یک تعداد از حاکمان در هرات و بلخ با مخالفت روی آوردن و در بین پسران هارون رشید یعنی مامون و امین هم نزاع برپا شد. مردم هرات به خصوص طاهر پوشنجی با دفاع از مامون برخواست، یعنی از مامون دفاع کرد. به خاطر چی؟ تا از یک طرف ظلم عباسی ها را در برابر ابو مسلم خراسانی تلافی کنه، چون ابو مسلم خراسانی در زمان عباسی ها به شهادت رسید، و از طرف دیگر نقش مردم عرب در اداره بغداد و خلافت اسلامی زیادتر بسازه. این هم یک تعداد عوامل بود که خلافت عباسی ها را به سقوط مواجه کرد. بر علاوه از این عوامل دیگه هم وجود داره که خلافت عباسی ها را به سقوط مواجه کرد. این عوامل و ترتیب میخوانیم. اولین عاملی که در سقوط عباسی ها رول عمده داشت، یک، ظلم بر رعایا و خلاف وعده ها عمل کردن، یعنی وعده که میکردن عباسی ها به وعده خود وفا نمیکردن. عباسی ها به امراهان غیر خانوادی خیش وفا نمیکردن. یک نمونه آن ظلم به ابو مسلم خراسانی بود. دوم، به وقوع پیوستن قیام های متعدد علیه عباسیان. در هر گوشه و کنار خلافت عباسی ها عمرای محلی برای آزادی و استقلال خود به قیام ها پرداختند و به این ترتیب دولت عباسی ها روز به روز ضعیف شده است. یعنی در هر گوشه و کنار ملک مخالفت ها علیه عباسی ها آغاز شده بود.
موضوع سوم بی‌کفایتی خلفای عباسی بود. یعنی در آخرین وقتی که یعنی خلافت کسانی به قدرت رسیدند که اونا جز از آزار دادن مردم، عیش و فساد کار دیگر نداشتند. با او خاطر دیگر دولت آهسته آهسته ضعیف شده میرفت و دیگر نمیتونست به اقتدار خود ادامه بده. چهارم، نبودن مرکز قوی و مدبر. یعنی یک مرکز قوی وجود نداشت تا حکومت اداره میکرد. و به این خاطر زمینه برای تجزیه طلبی مساعد شد و عامل عمده و قاطی دیگه که در سقوط عباسی ها رول عمده داشت، هجوم نیروهای مغولی تحت قیادت هلاکو بود که به بغداد رسیدند و به خلافت عباسی ها خاتمه دادند. این بود درس امروز ما شما. خب حال باز هم یک بار خلاصه درس برتان میگم شاگرده عزیز. خلاصه نکات عمده را سر تخته برتان نوشته میکنم. شما هم نکات عمده را با خود یادداشت بکنین تا در یاد گرفتن درس شما را کمک بکنم. خب شاگرده عزیز، حالا از روی تخته نکات عمده را برتان نوشته کردیم. درس برتان خلاصه میسازم. شما خوب توجه بکنین و نکات عمده را هم میتونین با خود یادداشت بکنین. سقوط خلافت عباسی ها. میخوانیم که چگونه خلافت عباسی ها سقوط کرد. البته تعداد زیادی از عمرای محلی بر خلاف عباسی ها یا با عباسیان به اعتماد شدند. دیگه هیچ کس بالای عباسیان اعتماد نداشت. مخالفت ها زمانی به اوج خود رسید که بین پسران آرون رشید، امین و مامون نزار خود داد و طایر فوشنجی هم به طرفداری از مامون برخواست. تا از یک طرف ظلمی که بالای ابو مسلم خراسانی شده بود او را اعاده بکنند. عوامل دیگه هم وجود داشت که یک ما شما میخوانیم. این عوامل یکیش ظلم بر رعایا و خلاف وعده عمل کردن بود. یعنی وعده هایی که عباسی ها می کردن و او عمل نمی کردن و به غیر از خانواده خود به دیگرا ظلم می کردن. یک مثال از او را می تانیم که ظلم بر ابو مسلم خراسانی یا شهادت رسندن ابو مسلم خراسانی بود. موضوع دوم، به وقوع پیوستن قیام های متعدد علیه عباسی ها. در هر گوشه و کنار قیام ها بر علیه عباسی ها شروع شد چون مردم به عباسی ها به اعتماد شده بودند. موضوع دیگه بیکفایتی خلفای عباسی بود. در آخرین روزهای آخرین روزگار خلافت عباسی ها کسایی به خلافت رسیدن که یعنی شخصیت درست نداشتند و غیر از عیش و نوش و فساد اخلاقی و آزار دادن مردم اینا دیگه کار نداشتن. با او خاطر دیگه نمیتونستن که با حکومت کردن یا با اقتدار خود ادامه بدن. با این خاطر خب و موضوع دیگه نبودن مرکز قوی و مدبر بود. یک مرکز قوی وجود نداشت تا حکومت اداره بکنه و هر یک از امرای محلی میتونست که برخلاف خلیفه کار بکنه و یا امو آردو و کاری که میخواد بالای خلیفه قبول بکنه. بالاخره هجوم نیروهای مغولی تحت قیادت یا تحت اداره هلاکو هجوم میاره و به خلافت عباسی ها که 5 قرن دوام کرد خاتمه میبخشه و به این ترتیب خلافت عباسی ها خاتمه پیدا میکنه. این بود شاگرد عزیز درس امروز ما شما. امیدوار هستم که درس یاد گرفته باشین و از او لذت برده باشین و با معلوماتتان در قسمت مضمون تاریخ یا خلافت عباسی ها افزوده باشم. پیش از اینکه درس ختم بکنیم باز هم چند سوالی برای کارخانگی برتان آماده ساختیم. ما سوال ها را برتان میخوانم. شما هم کتابچه و قلم را بگیرین و سوال ها را برتان یادداشت بکنیم. سوال اول است، طایر فوشنجی در برخورد میان امین و مامون طرفداری کی بود؟ سوال دوم، کدام عوامل عمده را می توان در سقوط عباسیان مهم شمرد؟ این هر دو سوال است که در درس تشریح کردیم و خواندیم. می‌دانستم که درس یاد گرفته باشین، سوال کارخانگی را هم یادداشت بکنید و برای روز آینده بخیر در کتابچه‌تان جواب زیر با کمک کتاب درسی‌تان نوشته بکنید.
تا تقدیم درس آینده که باید هم در خدمت شما حاضر میشم، باید هم از توجه تک تک شما تشکر میکنم. شاگردان و عزیز و دختران و پسران خوب، امیدوار هستم که سرد و صحتمند باشین و درس هایتان را بخوانید و کاری خانگی ها را انجام بدین و همچنان نکات بهداشتی را به خاطر صحتتان نیز مد نظر بگیرین. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشین شاگردای عزیز.